منابع رسمی حزب الله لبنان خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله را تایید کردند. این حادثه در پی حملات هوایی سنگین اسرائیل به جنوب لبنان رخ داد. هدف اصلی این حملات ضربه زدن به زیرساخت‌های نظامی حزب الله اعلام شده بود که در نتیجه آن سید حسن نصرالله و چندین فرمانده ارشد حزب الله هدف حمله موفقیت‌آمیز اسرائیل قرار گرفتند. انتشار خبر ترور سید حسن نصرالله واکنش‌های گسترده‌ای در منطقه و جهان تاکنون به همراه داشته است. تحلیلگران معتقدند این رخداد می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و گسترش درگیری‌های نظامی شود. در همین حال بسیاری از کشورها از جمله اعضای گروه 7 نگرانی خود را از افزایش احتمال جنگ منطقه‌ای ابراز داشتند. در میان هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان به دلیل شدت حملات اسرائیل مجبور به ترک منازل خود شدند. سازمان ملل و بسیاری از کشورها خواستار توقف فوری این حملات و حفاظت از غیر نظامیان شدند. این ترور به افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه دامن زده و احتمال شعله‌ورتر شدن دامنه جنگ را افزایش داده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از او در رابطه با آینده حزب الله لبنان و شرایط منطقه پس از سید حسن نصرالله پرسیدم. پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را با هم ببینیم و بشنویم. ضمن عرض سلام و درود خدمت شما و مخاطبین به برنامه‌تون، با توجه به سوالی که مطرح کردید، پیامدهای کشته شدن سید حسن نصرالله، باید عرض کنم که این مسئله در سه بعد داخلی، منطقی و بین‌المللی در ابتدا قابل تحلیل هست. در بعد داخلی که مربوط به اوضاع داخلی لبنان میشه، طبیعتاً گروه حزب الله همواره به عنوان یکی از موانع گذار به سمت ایجاد دولت مستقل در لبنان مطرح میشد و تلاش‌هایی که از طرف احزاب مختلف و نهادهای دیگری مثل پارلمان لبنان همواره تلاش میکردن، به ویژه آقای نبیه بری، که یک تعادلی بین دیدگاه‌های تند حزب الله و دولت قانونی لبنان داشته باشن. من به نظرم میاد که در داخل لبنان ما شاهد بروز یک ثبات سیاسی در نحوه شکلی یک دولت مستقل ملی خواهیم شد. در عرصه منطقه خوب همه کشورهای پیرامون منطقه کاملا مطلع هستند که سید حسن نصرالله به عنوان یک عامل نیابتی از طرف جمهوری اسلامی بوده و همواره تلاش میکرد که بخشی از معادله قدرت‌سازی جمهوری اسلامی بشه. کشته شدن نصرالله به عنوان میشه با بزرگترین بازوی اجرایی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه موجب بروز یک سری تنش ها خواهد شد، و اینکه ما این ارزیابی رو داشته باشیم که کشورهای منطقه چه واکنشی نشون خواهند داد، طبیعتاً سایر گروه های نیابتی هم من فکر میکنم که به همون سرنوشت دچار خواهند شد، مگر اینکه معادلات جدیدی رو در عرصه تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی ما شاهد باشیم، که من بعد از اشاره به ابعاد بین المللی این مسئله مطرح خواهم کرد. در بخش بین المللی طبیعتاً با توجه به نگاه های تندی که از طرف جامعه بین الملل نسبت به تشدید تنش ها از سوی جمهوری اسلامی در منطقه مشاهده هستیم، و اسرائیل همواره تلاش میکنه که یک ائتلاف قدرتمند رو در مقابل جمهوری اسلامی بسازه، طبیعتاً این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت. ولی اگر برگردیم به اون چیزی رو که در داخل جمهوری اسلامی وجود داره نسبت به تبعات کشتن سید حسن نصرالله، بسیار ابعاد مهمتری رو باید بهش اشاره کنیم، و اون همینه که با توجه به فرایند سکوت استراتژیک یا سکوت مصلحتی خامنه‌ای در قبال فعالیت‌های گروه های نیابتی به ویژه حزب الله در منطقه، من تصورم این هست که قربانیانی که از داخل جریان های نظامی ایران به ویژه سپاه ما در منطقه داشتیم، به ویژه در لبنان،
این باعث بروز یک شتاب فزاینده از طرف بخش نظامی در داخل کشور و فشار به آقای خامنه‌ای برای خارج شدن از لاک دفاعی بشه. این اثر منفیش رو که میتونه بسیار خطرناک باشه در این بخش خواهد گذاشت که برخی از گروه های دیگر نیابتی دیگر یا سر خود عمل کنند یا مبتنی بر نظرات هژمونی ساز سپاه در خارج از کشور عمل کنند. بنابراین ما شاهد بروز یا تشدید فضای امنیتی نظامی در لایه های قدرت در جمهوری اسلامی خواهیم شد و من تصورم این هست در مراحل نهایی که آقای پزشکیان که با هدف معرفی دکترین سیاسی جدید خود که به آمریکا سفر کرده بود در این مسیر دچار چالش هایی خواهد شد که بتونه این تعادل رو دوباره به نفع خودش برقرار بکنه، چرا که بعد از کشته شدن سید حسن نصرالله و احتمال تداوم سکوت آقای خامنه‌ای برای انتقام ما شاهد بروز یک اختلافات جدی بین جمهوری دولت آقای پزشکیان و مقامات نظامی و سپاه خواهیم شد. خیلی ممنون. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن که دعوت ما را پیرامون این خبر پذیرفتند.